گرسنه است. میرم واسش علق میریزم. جاتون انداختم، میتونین راحت بگیریم بخوابید. خیلی ممنون. چیکار میکنی؟ میخوام پولتی. پس تو که اینقدر مهمون دوستی، مهمون نوازی رو در حقم تموم کن. هرچی هم پول بخوای بهت میدم. بیا برو گم شو. بلم کن، دارم خودم بلم کن. خوشم اومده. گم شو. گوشش نامد بیشارم بس بزن. داداشه تو امیر و فرد و اسفان پیش آبچیم خاله بطو. نلی 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 چشم تو با کن. نلی جون جنو خونه چشم تو با کن. نلی خدا برو گورتو گم کن بچه. تو اسباب اساسی من ندی من نمیرم. اسباب اساسی دارت بخوره. مادر ساعتی که مرد پنج برج کرایه اتاقش عقب افتاده بود. اگه اسباب اساسیت میخوای باید 250 تومن بدی. 250 تومن طلب کاری 20 تومن دیگه من خرج نبود. من یهو بهت میدم بخودم. زن نار سیا نمیدم. همون مخارج کفن و دفن مادرت که به گردنم افتاد واسه حب پشتم بسته. برو. من مادر ندارم. من توی سرم میزه. بیا تو امیر جون. مادر ندارم. پسر خاله میتی جان توی سلام. این همون کوچولینگده بود اینقدر شده؟ آره اینم داداش کوچیکمه. الهی من قربان پسر خاله بزرگ با پسر خاله کوچیکه با خاله جان من برم. خاله جان خودش کجاست الان؟ ننم رفت تو بهشت. آخه پس این دوتا خواهر قرار داشتن با هم دوتایی او برم بهشت. مگه مادر تو هم؟ ها اونم رفته بهشت. حالا ببینم شما آمدین اینجا اصفهان زندگی بکنی پلوی من؟ نکنه خاله جان گفته بیان اصفهان پلوی من؟ آره درسته. تو از کجا فهمیدی؟ آخه مادر منم به من گفته بود وقتی من بمیرم بیام دی پلوی شما زندگی کنم. ولی ما که دیگه خون و زندگی نداریم. منم ندارم میتی جان. ولی خب خدا رو که داری. هر که خدا رو داشته باشی دی غصه ند. ما یتیم هستیم اما خدا بالا سرم. از خدای ما بزرگ. بریم بریم میتی جان. شنو خیلی خوشگوزش پسر خاله. واسه ما رو میبری چرخ و فلک؟ بله میبرم. ببینم تو بزرگ شدی دلت میخواد چرخ و فلکی بشی؟ نه ولی دوست دارم هرچی زودتر بزرگ بشم. خیلی بزرگ تا به اون آرزویی که دارم برسم. انشالله میرسی. اما میدانی وقتی من بزرگ شدم دلم میخواد چیکار بشم؟ دلم میخواد شوفر راننده یک ماشین دیزل بنز 24-54 بره. ای تو چی دلت میخواد بشی بزرگ شدی؟ نمیدونم من گشنمه. تو بازم گشنه تا که فهم برده باز که تو غذا نهر بود تو دادم خوردی باز تو رو گشنه شد نه چی کاری دلی خوب ناراحت نباش. الان میرم وسط نون میارم. به نظرم پول مولی رسیده. نه اما یه کاریش میکنم. برو الان داداش رفته غذا بیاره. من گشنمه. باش ممه میخوایی بده بود تو؟ من گشنمه. آقا یه نون بدین به من. چی شد بده؟ پولشو ندارم بده. پس بزن به چاک. داداشم گشنش آقا. تو رو خدا به من قرض بدین. وقتی پولدار شدم میارم پولشو بدین. برو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. بچه من نه صرافی دارم که به کسی قرض بدم نه نصب دارم که شکم کسی رو سیر کنم. یالا برو بینون هری. ولی آقا داداشم گشنشه. باش تاس خر قربونتم یه من نون به من. همین الان آقا فقط یه دونه نون میخوام.
بسترزش بچه. بایست امینه بچه بگیرینش. مبلغ 8000 تومان وجه نقد که پاداش 3 سال کار زندانی فوق الذکر در زندان است، مژدگانی دریافت دارند. عموجان شما فامیلی دارین که تو زندان باشه؟ تا اونجایی که به خاطرم میاد ندارم. سلام پاپا. سلام دخترم. بیا پاپا جون. نه دخترم، برو به دانشکده برس. باشی. خداحافظ پاپا. بالاخره راجع به اون زندانی چه تصمیمی؟ نمیدونم، هر چی فکر میکنم به خاطرم نمیاد که از اینجور فامیلا داشته باشم. ولی میرم دفتر زندان ببینم کیه. آخه این چه فامیلیه که خودم هم نمیشناسمش. اسم بالا سرکار. فامیلت پیدا شده، پاشو بیا. درست شنفتی. با این که من شب و روز با عرازل و اوباش سر کله میسرم، اما تو هیچ جماعتی نامردتر از تو ندیدم. تو کی هستی؟ اگه میخوای منو بشناسی باید برگردی به 20 سال پیش که اومدی تو دهات ما واسه شکار. یادته؟ همون شبی که راتو گم کرده بودی و یه زن پناهت داد، یه زن در حق انسانیت کرد و در عوض تو حسفت چشم به ناموزش دوختی و جونشو گرفتی. پس من این تو بمونم. میدونی اون زن کی بود؟ اون مادر من بود. آره، من پسر همون شیر زنم. من نمیفهمم از چی حرف میزنی؟ کدوم دهات؟ کدوم شکار؟ من اصلا شکارچی نبودم. باور کن راست میگم. آره عرف احمد، تو قاتل مادر من هستی. هیچ فایده ای نداره، وقت تو تلف نکن. بعد از 20 سال هیچ جوری نمیتونی ثابت کنی که مادرتو کشتن. نه نمیتونی. تو هم خیال نکن که فقط جرمت کشتن مادرمه. اونو کشتی و برادر کوچیکم رو آواره کردی. طفل معصوم گشنش بود، مجبور شدم واسه یه نون بدوستم، اما دوزیدن همونو، گرفتار شدن همون. منو فرستادن دار و تعدیف و دیگه از برادرم بی خبر موندم. اگه اونم برای به سرش اومده باشه باعث بانش توی. گوش کن، اون کسی که تو دنبالش میگردی من نیستم، اما به فرض محال اگرم باشم و تو بتونی ثابت کنی با گرفتار کردن من، نه مادرت عمر دوباره پیدا میکنه نه برادرت پیدا میشه. پس بهتره که بی خود وقت تو تلف نکنی. من 17 روز دیگه اینجا مهمونم تا روز 18، یعنی تا پنجم برج دیگه. اگه رفتی و خودتو تسلیم قانون کردی که هیچی، و الا وصیت تو بکن. شیر فهم شد؟ حالا اگه بهتر میخوایی منو بشناسی برو تو شهر تحقیق کن، بهت میگم مهدی عجل کی. حالا اگه بهتر میخوایی منو بشناسی برو تو شهر تحقیق کن، بهت میگم مهدی عجل کی. شما کسی رو به اسم مهدی عجل میشناسین؟ چطور مگه؟ میخواستم بپرسم چه جور آدمیه؟ بهتره بپرسین چه جور جونوریه؟ اجازه بدین من براتون تعریف کنم که چه جور آدمیه. شو ببینم نامرد، چی میخوای؟ حق خودمو میخوام. چه حقی میخوای؟ چه حقی؟ صدون که این بیلیاردو که مال منه. حالا بعد 6 ماه اومدم که سهممو بگیرم. سهمتو میخوای؟ خیلی خوب، بیا از ما بگیر. ببینم یه گردن کل افتادم. گفتی سهمته بیدی؟ آره آره. ما بیام از تو بگیریم. آره.
بی خود نیست که بهش میگن عجل. این از زخم صورت من، این هم از چشم من، این هم از پای من. تمام این بلا رو تو یه دعوا سر ما آورد و همین دعوان باعث شد که 7-8 سال بره زندون تا ببینیم کی دوباره اینو عجل معلق به سرمون نازل میشه. 17 روز دیگه. چی؟ پنجم برج. خواب راستم خان، بگونم حالا چی کار میکنی؟ هیچی، باید سهمش رو دو دستی تقدیمش کنیم و الا وای به حالمون. نترسین امو جان، من شرش رو از سرتون کم میکنم. درسته که اون گردن کلفته، ولی من اینجام کار میکنم. ببینم، فکر کردی امو، نقشه کشیدی؟ آره، به وقتش به اطلاعتون میرسونم. اگه بتونی بی سر و صدا شرش از سرم کوتاه کنی، هر چی بخوای بهت میدم. شما خودتون خیلی خوب میدونین که من چی میخوام. آره، خبرشو دارم که الهام و دوست داری. خب چی از این بهتر؟ کی بهتر از تو؟ فقط یه خورده صبر کن تا دانشگاهش تموم بشه. جواب بدم تو صدوق جناب علی بره. مگه نفهمیدی؟ میریم درسامونو مرور کنیم، فضولی هم به تو نیومده. بچش قربان، کاشکی یکی پیدا میشد درس منو مرور میکرد. اقلن پدر این بیسوادی بسوزه، هرچی کم پولم از بیسوادی میکشه. من الان باید، الان رانندم خوبه ده، چی میخوام بکنم؟ نگه رسیدیم. منزل ما اینجاست. به به، چه منزل شیکیه. قابلی نداره پیشکش؟ متشکرم، ولی به جای اینکه تعارف کنی زودتر بیا خواستگاری. من که از خدا میخوام الهام، ولی مشکلی دارم که فعلا نمیتونم. چه مشکلی؟ بابام دوتا پاشو کرده توی یه کفشو، میگه باید صبر کنی تا دانشکده تموم بشه بعد عروسی کنی. ایوا، چه ربطی داره؟ شاید تعجب کنی اگه بگم مدت هست که به خاطر همین اختلاف کوچیک با هم قهریم. جدی میگی؟ آره؟ باور کن، اما ناراحت نباش، هر طوری شده بالاخره حرفمو به کرسی میشونم. امیدوارم که موفق بشی عزیزم، و الا من تا پایان دانشکده دیغ میکنم. خداحافظ. به سلامت. هرچی میخوای ناله بکن، تاش من زاری کنی، پیرن آقا رو ما خوش روی بخاری کنه. بله؟ سلامت کو، تلمبه میگیرم میزنی؟ نفهمیدم، من باید سلام کنم؟ نه، نه با... نه با اروای پدر تو جان جناب. نه پسر، ببینم تو رسرسی خیال میکنی که پسر عجیزی ما هم شدیم راننده ای تو، ها؟ چه بدبختی گرفتار شدیم، ها؟ جلو دختره اون دهن گوشادتو باز میکنی، هر کی دلت میخواد میگی. فسیلیا به تو نیامده، حرف سیادی نزن. حق داری بابا، والله حق داری. ریا گده گوشنه ی بی بخار آدم آخه فیزیرتی. بدبخت، تقصیر من تو رو آوردم اینجا، قاتق نانم بشی، قاتل جانم شدی. پروای خاک پدر مادر من، یک دفعه دیگه وضعی حرف بزنی یا به مرگ خودم. همچه دو سرت، همچه توی سرت میزنم مثل بوزغالی یا دو سمت برفسی. فقید یا نه، دهنت دیگه جلو من ببند. تمام شد رو پیکارش. ایه؟ پسر خاله هفت، من از تو معذرت میخوام. من هر وقت الهامو میبینم دست و پامو گم میکنم.
دیگه هیچی نمیفهمم. اگه چیزی گفتم منو ببخش. تو همه چیز من هستی. اگه منو ول کنی نابود میشم. لا اله الا الله. حالا نگاه کن، آمدیم یه دنه چای بخوریم بی صبر شده. خدا اون روز نیاره آخه. ولی رضیه دست و پای تو رو گم نکن آخه. بزرگتری گفتن، کوچکتری گفتن. من که تا پای جان برای تو وایسادم، همون طوری که چند سال با ماشین ارباب لور لننده ای تو رو بازی کردم، بله بسه ای پسر ارباب تو رو نونوار کردم، ها که پیشم کلاسیه ای تو رو سفید باشی بعد از اینم میکنم. تا جان دارم این شرقم هم میجنبه این کاری میکنم. تو فقط فکر درس خواندن تو باش، دیگه هم کاریت نباشد. تمام شد رفت، فهمیدی یا نه؟ حالا را بیو برو لباسات در بیار تا جلو ارباب من خید نشم. برو ببینم، برو ده پدر سوخته. قربان تو برم، برو ده، برو عشق من در نیار، جوان مرده. برو برو. ای امان، ای پیرن این مردکرم سوزن، ای امان دوت سلاخ بایده که چرا اینجوری شد؟ حالا جواب مردکرم من چی بدم؟ آقای پیرن های بیسه باسمهیه. برم یه دنه پیرن خودم بردارم سر جشن بیزرم. اون راه شمالی که خیلی سبز داره من اون گیله. او آقای یس سلام عرض کردم قربان شما. سلام و مرز. بس کدام گورستونی رفته بودی که هرچی صداد کردم نبودی منو ببری کارخونه؟ خب قربان شما برم، رفته بودم لباسه مبارک از اتوشوری بگیرم. دی قربان بد کاری کردم؟ که بد کاری کردی. مگه صد بار نگفتم لازم نیست دلت برای لباسای من شور بزنه؟ چرا قربان فرمودین؟ اما وقتی مرحوم مغفور جنت المکان خلداشیان جهنم مکان زینانه جناب علی داشت میمورد، با بنده گفتن آقا تر لباس پوشیدن بد جوری دست پاچو لفتی هستن. اینه که مواظبش باش. دختر خانم شما هم همین حرفو به من زده. جان بس دیگه. اینه که من مجبورم وصیت نامه اون دوتا خدا بیامرزه دل به دل اجرا بکنم. اگه بده بزن توی دهن من نیست که. نه دیگه قربان. بس نبودی منو ببری کارخونه. خب قربان شما برم، رفته بودم لباسه مبارک از اتوشوری بگیرم. دی قربان بد کاری کردم؟ که بد کاری کردی. مگه صد بار نگفتم لازم نیست دلت برای لباسای من شور بزنه؟ چرا قربان فرمودین؟ اما وقتی مرحوم مغفور جنت المکان خلداشیان جهنم مکان زینانه جناب علی داشت میمورد، با بنده گفتن آقا تر لباس پوشیدن بد جوری دست پاچو لفتی هستن. اینه که مواظبش باش. دختر خانم شما هم همین حرفو به من زده. جان بس دیگه. اینه که من مجبورم وصیت نامه اون دوتا خدا بیامرزه دل به دل اجرا بکنم. اگه بده بزن توی دهن من نیست که. نه دیگه قربان. بسیار خوب، ولی این کار وظیفه کلفت خون از جان من. کلفت؟ تو فکر نمی کنی وقتی به جای کلفت میری لباسشویی کی باید به جای تو رانندگی کنه؟ کلفت قربان. کلفت که رانندگی بلد نیست. ولی بنده که کلفتی بلده قربان شما. برم الهی دیوانه میکنی. اصلا دوم از این بنده نفهمیدم توی خانه چه کارم؟ کلفتم، نوکرم، زمینشورم، باغبانم، درواز کنم، آخه من چی کارم دست دوم؟ نمیدونم تو چی. خب حالا شما عصبانی نشین، بفرمایید ما شما رو برسنم کارخانه ایوا. خدای نکرده سکته نگونی. حالا دیگه خیلی دیر شده. خیلی خوب، اگه دیر شدی جزو بفرمایید لباسه شما رو ببرم لباس شوری. دوباره؟ خب بله دیگه قربان، کسی به آخه. من این لباسو تازه خریدم، هنوز یک دفعه نپوشیدمش. خب قربان اگه نپوشیدین این بیسه پچیندی کثیفه. لبو دست دو خریدی؟ آخه این کجاش کثیفه؟ کثیفه دیگه قربان، اگه کثیف نبود بنده مرض نداشتم بگویم. یعنی من با این هیکل من شما میفرمایید من دروغ میگویم؟ آقا نعوذن بالله. بسیار خوب، ورشتر ببر. پس 148 تومن لطف بفرمایید. بابت چی؟ مزد اتو شوری دی قربان. بابت چی دی نجره؟ کلافه شدم بخوده. پولم کم داره. یا قربان اون کیفیه او بده. چیکار بکنم؟ این 100 تومن. اینم 50 تومن. 150 تومن ببر. دو تومنش هم ورده بیاد. دوباره دو تومن گمان نمی کنم پول خورد داشته باشه. چرا داره؟ داره؟ بله. خیلی خوب داشته باشد. ولی قربان باقی مانده رو بدم شاگرد اتو شوری انعم دی قربان شما. بس کیسه یه خلیفه می بخشی؟ بله جیب شما اومن نداره گی. ای شارلاتان. جان می جان پسرخاله نداریم گی. مثل شاخ کرگده نمی جوری نشسته. بفرما بیا پسرخاله. پسر جان اینم لباسای تو، یکی برای فردا یکی هم برای پس فردای تو. بله پول تو جیبیتم خدا رسنده ها. دست چست دادم یه واشکی از کمود آقا ورداشتم. چیه؟ چرا اخمه تو همه؟ به نظرم یازه یازه کردی ها؟ چی شده؟ چند وقت که الهام از من میخواد برم خواستگاریش. جان من رس میگی؟ آره. خب خدا رو شکر. ده چی بهتر از این ره؟ خوشگل نیست که هست، تحصیل کرده نیست که هست. کور از خدا چی میخواد؟ دوتا چشم بابا غوریده. ده تو چرا ناراحتی آقا؟ آقا جان از اینکه بهش دروغ گفتم و خودمو بچه پولدار معرفی کردم خیلی ناراحتم.
خب پسر خاله جان، تو مگه نمیدانی دروغگو دشمن خداست؟ از من یاد بگیر هیچ وقت توی زندگی تو دروغ نگو. تمام شد را پیکارش. تو خودت باعث شدی که من بهش دروغ بگم. ای گفتی بذار جلوی همشاگردیات سربلند باشی. بیا اینم نتیجهش. حالا دیگه کار به جای رسیده که میترسم اگه حقیقت رو به الهام بگم اونو از دست بدم. طلبکار شد از ما. میگم والا پس من معتقدم همینجوری مثل من ها. تو دروغ مصلحت آمیز را بگو تا عروسیت سر بگیرد. آخرش کشی بالاخره یه روزی حقیقت برملا میشه. اون وقت مطمئنم که اگه خود الهام منو ببخشه برش نمیبخشه. خب پس فاتحشو بخن کلک بکندی برر مادی میتونی بری. یا مرتسا علی آخه خب بچه هر خوبی بدی دیدی نیگه ما را حلالمون کنه. ایشالا شما هر چی زودتر آزاد بشین و برین دنبال یک کار نی. قربون تو برم، خداحافظ. یاهو خداحافظ بچه ها، همون بالا باشی. حتما حتما خداحافظ. قربان همگی. شهر تشریف میبرین آقا؟ قرص آقا بفرمایین برسونمتون آقا. تاکسی هست یا شخصی آقا؟ والا شخصی هم، اما به خاطر سیر کردن شکم بچه ها گاهی هم مجبورم پا تو کفش تاکسی ها بکنن. عشق هست، پس بزن بریم. عجب پولداری هم گیر اومده بند خدا. کرایه در مقصد سر بره. چرا نایمدن؟ بالاخره الان دیگه باز پیداشون بشه. تکلیف ما چیه؟ چی با من نایده خودش که من پسش برمیان. وقتی دیدیم از پسش بر نایمون اون وقت میریم کمکش. ما حقمونو میخوایم. بیکاریم خودمونو با شاخ گاب در بندازیم. اونم میتی اجر ها؟ چی شو؟ باز چی نیگر داشتی؟ این چی پنچر شده؟ پس بیان کمک. زاپاستو بیار بیار این که پنچر نیست بری نورمن. چی شو؟ حالا خودت رو بچه هر میکنه نورمن. چرک بزنه نورمن. سگ مصب چرا باز به پرپای من پیچیدی؟ دیله و محصر تو ببرم؟ ببرم ناکس؟ نه گل خوردم آقا مهدی. گولم زدن آقا مهدی. گولم زدن به خدا. کی؟ کیا؟ همونی که ما را آورده دره. او خیلی آدم ناکسیه. منظورت کیه؟
خودت باز بهتر بدونی. نمیدونم اونا همون چه خورده حسابی با تو دارن که منو برای بچه‌ها رو با پول کلون خریدن و آوردن اینجا. آقا بیتی نمیدونم چرا. واسه چی؟ واسه اینکه تو رو از بین ببریم. آقا بیتی از بین ببریمت. اون ناکسی که به جا نیبردم، اما اگه دروغ نگم عموشو میشناسم. ببینم این عکس عموش نیست؟ ها؟ چرا خود ناکسشه؟ خود ناکسشه. ای نامرد روزگار، ناکرتم. بلند شو ببینم، اگه بخوای جون سالم در ببری آدرسشو باید به من بدی. ناکرتم. چرا ناکس؟ خب خداحافظ. عمو جان چی شد؟ مهدی اجل قولیه که هیچ کس از پاسش بر نمیاد. چطور؟ همه رو زد. بعدش هم یخی اینجا رو بهش بده. مگه غیر از این چاره‌ای هم داره مثل گنجیش تو چنگ مهدی اسیره؟ پس اینجور که معلومه فاتحه من خوندن است. بقیده من تو مهدی نرسیده چند وقتی یه جوری خودتون رو مخفی بکنی. آره فکر خوبیه، همین کارو میکنم. سلام ننه جان، ببخش که خیلی دیر اومدم سر وقته، اما در عوض خبر خوشی وسط آوردم. قاتل نوجوان مرد تو پیدا کردم، به همین زودی میگیرم و تحویل قانونش میدم. درسته که بهت قول داده بودم خونشو بریزم، اما بستم هرچی تو هوای خفه زندون نفس کشیدم و نفس دوز و قاچاقچی آدم کش به دماغم خورد. میخوام بعد از این سینما از این هوای آزاد پر کنم. میخوام چند وقتم میونه آدمایی که زامندارشون زبونشونه و با یه معذرت میخوام حریفشون از پادر میرن زندگی کنم. آره ننه، نمیخوام روزی که با امید خدا داش امیرمو پیدا کردم از این که داش چاقوکش و لات و اوباشی مثل من داره جلوی دوست آشنا شرمنده بشه. زمونه عوض شده ننه، کسی هم که با زمونه عوض نشه کلاش پس من میکرس. الهی که نور به قبرت ببارزم. خدا رحمتت کنه. کی اینجاست؟ کی تو این خونه است؟ پرسیدم کی هستی؟ با تو هم؟ یا لحرف بزن؟ لالی؟ تو اینجا زندگی کنی؟ پس خوب حواستو جمع کن ببین چی میگم. اینجا خونه پدری منه. چند سال نبودم حالا برگشتم. حالی چون؟ پس بزن به چاک. چی؟ جایی نداری بری؟ ببینم کسی کار کنم نداری؟ خیلی خوب باشه، میخوای بمونی بمون. نکن پسر نکن. چه لالی هستی که حرفایی منو میشنفی؟ بند خدا بمون بابا بمون. اوکی
خدا رحمتت کنه مادر. خاله جان سلام، خدا تری بیامرزی انشالله. راحت بگی بخ، نمیدانی بیرون چقدر هوا گرم. تو اون زیر راحت آسودی گرفتی خوابیدی، ما رو گرفتار این امیر کردی. تو نمیدانی خانه خراب شام و نهار نداره بخوره، اون وقت لباسشم من باید بدم. تو نمیدانی چقدر خوش سلیقه هست، اگه شلوارش اوتون نداشته باشه اصلا نمیپوشد. دیگه از لباسای پسر ارباب چیزی نمانده که نپوشیده باشه. فقط دعا کن اینی زودتر ببر خیال. صحیح، منزلشون کجاست؟ والا من اجازه ندارم آدرسشون رو به کسی بده. آها دلی. ولی مگه حکم حاکمه که نشه زیرش زد؟ بیا بابا جان بیا، این زبون تو واس میکنه. ولی یواش میگم. خیلی خوب بگو. آها سینما با قشنگ باده وارم بکن خودتن بگیر. سب کن تکن نخو بره. سب کن، من باید بیام در وا بکنم آخو، باز دسپچه شدی؟ خانه خورم. اجازه بفرمایید قربان، اجازه بفرمایید اصحای. بفرمایید قربان، بفرمایید، به سلامت، به 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 قد و بالای تو رانه رو بنازم. خدا چی آفریده سر فرصت به مرگ خودم. در فکر اینم اگر لباسای پسر آقا بتنه تو نمیخورد، اون وقت بگو که ما چه بدبختی داشتیم به مرگ خودم. ببریم تو پس اصلا. نه قربان، بنده راننده جناب عالی هستم، جای راننده هم همین گوش و موش هست. بله. من ناراحتم که تو رو اینجا تنها بذارم. هیچم ناراحت نباش قربان، اونقدی که اینجا به من خوش میگذره در اونجا خوش نمیگذره. بله برو، خیال راحت جانم. برو پیش شر نگر جانم. من برو. عجب آدم ساده‌ایه، خیال میکنه من جایی برم که با من بد بگذرد. قربان با من میگن عبدالله خوشگذران. بیان چارپای نفر. این جوالق انگار مهره مار داره که الهام مثل پروانه دورش میچرخه. چرا یه چیزی بهش نمیگین عمو جون؟ هر کاری یه وقتی داره، من که مثل تو خلوص بیمحل نیستم. آلسان اولسان آخودا، این فتی خوشگیله رو فقط با ما برسن. داد مستجاب شو. آخ جان ایده، آخ من چونه تو برم خدا رو خوش بیاد. بیزار اینجا تصدق تو ما چه من را چی میبینه آبروم رو میره ها، اینجا که جاش نیست. راست میگی، حق با توه، اینجا جایی مشک کردن این چیزا نیست. بهتر اینجا باقی دیرم. تو میخوری؟ نیکی و پرسه یه دنه میریزم، چشم نوکرتم. این مال خودم، اینم مال فاتی جان عزیز. خدا جان 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 نبود جان، خدا جان نگاه کنم کسی منه نبینه، میخوام برم داخل ماشین. جان شما الان به پلیس اطلاع میدم. نه نه، این کارو نحل میکنم. خیلی خوش اومدیم. نه ترسی، خیال ندارم جشنتون میگیم. واقعا که افتخار بزرگی نصیب ما کردی. پرویز چرا وایسادی همون جون؟ زود باش از آقا مهدی پذیرایی کن. بجون. ببینم پاپا، تو هنوزم تو خط زندون کار میکنی؟ شما به بزرگواری خودتون ببخشین آقا مهدی. خب، دخترت کدومه؟ اون آقا تا آبی تنشه. یه چند سالشه؟ والا امشب می 20 سال. مادر منم همیشه میگفت وقتی تو داشت 20 سالتون بشه. متاسف. دخترت نامزد داره؟ بله تقریبا. لابد آرزو داری که عروسیشو بیم. خب معلومه، هر پدری این آرزو رو داره. چجوری موفق شدی از چنگ بابات فرار کنی؟ اون پدر من نیست. چی؟ تا حالا هر چی بهت گفتم دروغ گفتم، اما حالا اومدم که خودمو بهت معرفی کنم. تو مطمئنی که مست نیستی عزیزم؟ نه، باور کن تا حالا هیچ وقت به این هوشیاری نبودم. میدونی الهام، من از بچگی، یعنی از وقتی که یادم میاد، نه پدر داشتم نه مادر. از پدرم چیزی که میدونم اینه که رعیت بدبختی بوده، و از مادرم هم فقط اینو میدونم که مزارش تو قبرستون یکی از دهاته. تو این حرفا رو جدی نمیگی امیر؟ تو داری سر به سر من میذاری؟ داری شوخی میکنی؟ کاش که اینجور بود، ولی بهتره که از روی ابرا بیای پایین با این حقیقت تلخ روبرو بشی. میدونی خرج تحصیلات من و پسر خالم تعمیر که راننده ی آقای داراست،
آقای داران بزرگواری کرده و اجازه داده که من تو خونش زندگی کنم. البته مستخدمی. این حرفایی که زدم حقیقت داشته. البته یه چیز دیگه هم حقیقت داره و اونم اینه که دوست دارم. برو بیرون دروغگوی پس فطرت متقلب. رشو انگار نشمیدی چی گفتم. گم شو بیرون. برای کی داری گریه میکنی الهام؟ برای اون آشغال؟ حیفت نمیاد شب تولد تو اینجوری خراب کنی؟ دستو بکش کنار. گریه نکن عزیزم. پسرم اون جای اون شالاتانو تو زندگیت پر میکنه. دیگه بهتره فراموشش کنی. گفتم دستو بکش کنار، مگه نشنیدی؟ چرا شنیدم ولی نفهمیدم چرا. برای اینکه تو از اون شارلاتان تری، تو منو به این دلیل میخوای که کلید گنج پدرم هستم. خب حالا که فهمیدی چرا، برو تنها هم بذار. خیلی خوب میرم، ولی اینو بدون که عقد دخترم و پسرم رو تو آسمونا بستم. آخرش تو مال منی دخترم و... مگه این آرزو رو به گور ببری؟ چی میخوام؟ درد من دیگه دوا نمی کن. او خاله پسر من نگاه کن. نه جان من نگاه کن، ریختشی ببین، این موشو تو کشیده شده. آخر یه گاجم تو دلم کجا بودی؟ تو خیابون. خب چرا نیامدی خانه؟ نکنه خیال کردی آقا خانه رو پس گرفت و بنده جنابالی رو اخراج کرده ها؟ نه جان من، آقا خودش یک پارچه آقاست. ایشان فقط با چند کلمه پنداموز بنده را تنبیه کردن و بندم یه گوش من در یکی هم دروازه تمام شد را پیکارش. بگو ببینم الهام کجاست. از دستم رفت. با درک اسفل سافلی ولش کن، را بیو پرو تو اتاقت. این ریخت از این بیریختی لیلی مجنون نجاتش بده، فهمیدی یا نه؟ را بیو من آقا برسنم برگردم. بودو ببینم، یلا گیم شو ببینم. ریختشی نگاه کن جو. تو برو، ماشین خودم. چه از خانم؟ الهام، منو ببخش. من تو رو دوست دارم. به خدا با تمام وجودم میپرستم. به همون خدایی که سوگند خوردی قسم میخورم که منم دوست دارم. امیر. الهام عزیزم، دیگه هیچ وقت به من دروغ نگو، هیچ وقت. قول میدم، قول میدم. دانشکده نمیای؟ نه، خیلی خستم. باشه، استراحت کن. اما عصر بیا خونه ما که شبم همونجا بمونی. مگه خبری؟ پاپا رفته مسافرت. نمیخوام با پسرمون تنها باشم. خیلی خوب، باشه.
خداحافظ عزیزم. خدا نگهدار. چرا دست و پای منو بستین؟ چرا؟ اینجا کجاست؟ آهای با تو هم. کی اینجاست؟ کمکم کنین، نجاتم بدین. کمکم کنین، کمکم کنین. تا چند فرسخی اینجا هیچ کی نیست که صدا تو بشوفه. بهتره که آروم بگیری. تو دیگه کی هستی؟ این فضولی ها به تو نایمده. برای چی من آوردین اینجا؟ شما کی هستین؟ بسته دیگه کوچولو، اینقدر سوال پیشم نکن. خب بابات کجاست؟ رفته مسافرت. آره اینو میدونم، اما کجا؟ به من نگفته. ببین دختر جون، تو خیلی خوشگلی، وادارم نکن برای سرت بیارم که دیگه سک درود دیگه نکنه. من دروغ نمیگم آقا، فقط به من گفت که میره مسافرت، دیگه نگفت کجا میره. به تو که نگفته، به پسر عموت هم که نگفته، پس به کی گفته؟ خیلی خوب باشه، از راه دیگه ای وارد میشم. ما همون کسی نیستیم که ادعا میکنیم بابام یه نفر رو کشته؟ پس تو خیلی چیزا میدونی مگه نه؟ اشتباه کردین آقا، پدر من قاتل نیست. اینو خودش بهت گفته؟ آره. پس دروغ گفته. شما راستشو بهم بگین. نمیخوام اینقدر ازش بیزار بشی که دیگه بعد از مرگش هم واسه روحش فاتحه نخونی. مراقبش باش لالی. خدا کنه تا فردا صبح برگرده و بیا پیش من، و الا جنازه دخترشو بهش تحویل میدم. چی؟ مگه الهام؟ آره، تو چنگ من اسیره. اگه میدونی عمود کجاست بهش خدمت کن و بگو فردا صبح علی‌الطلوع من تو زیر زمین قدیمی ده خودمون منتظرشم. تنها، بازم میگم تک و تنها. اگه تنها اومد اونجا منو دید که چه بهتر، و فردا غروب سر مزار مادرم جنازه دخترشو پیدا میکنه. الو؟ الو الو عمو جان، خبرهای بدی براتون دارم. اگه آب دستتونه بذارین زمین رو حرکت کنین، بیاین که تا شب اینجا باشید. ای دختر، خوابی یا بیدار؟
مشکله نه؟ نمیره دیگه. آره. زیادی هم خوشگله. درسته. آره لالی. آره آره. بعد جوری چه گرفته. ولی فایدهش چیه؟ اگه دختر اون نامرد نبود یا اون نامرد مادر منو نکشته بود که یه دریای خون میونمون فاصله باشه، شاید امیدی بود. ولی حالا نیست. هیچ امیدی نیست. تا اگه خسته ای برو بگی بخواب. من این چی میشینم؟ که باب آره باش، بردو، بردو. دروغگوی متقلب، برادرزادم همه چی رو برام تعریف کرد. بعد از اون همه شارلاتانگری و حق بازی، چطور جرأت کردی که باز وارد منزل من بشی؟ الهام از من خواست بیام اینجا قربان. اینم یه دروغ تازه. نه باور کنین دروغ نمیگم. میتونید از خود الهام بپرسید. تو کی الهامو دیدی؟ امروز صبح زود. منو ببخشین قربان. بعدش هم از من خواست بیام اینجا شبم بمونم که با اون تنها نباشه. آخه فکر نمیکرد که شما به این زودی از مسافرت برگردین. حالا که میبینی برگشتم. برو گورتو گم کن. ولی من اول باید الهامو ببینم. برو بیرون دیگه هم اسم دختر منو به زبون نیار. همی هم از رفتار دیشب خودم معذرت میخوام و هم از رفتار امشب عموم. میدونی بد موقعی اومدی. با این گرفتاری که امروز برای الهام پیش اومده، نه برای عموم دل و دماغ گذاشته نه برای من. کدوم گرفتاری؟ مگه خبر نداری؟ نه. یه لات سابقه دار برای این که از عموم باج سیبیل بگیره، الهامو گرفته و تهدید کرده که تا فردا غروب جنازه‌شو تحویل میده. جدی میگی؟ باور کن. متاسفانه از دست منم کاری ساخته نیست. ولی من به هر قیمتی که شده الهامو نجات میدم. جدی؟ بله معلومه. من به خاطر الهام حتی حاضرم جونمو فدا کنم. آفرین. به این ترتیب اشتباهاتی هم که در گذشته کردی و میتونی بدون هیچ مانعی از الهام خواستگاری کنی. یه دقیقه همینجا باش تا من موافقت عمومو جلب کنم. عمو جان اجازه بدین که به جای شما فردا صبح امیر بره پیش مهدی عجل. فکر نمی‌کنم بتونه از پس مهدی بر بیاد. اون مهم نیست. امیر چون حس میکنه که این آخرین شانسیه که داره، تا پای جون با مهدی عجل میجنگه. اون وقت یا عشق بهش قدرت میده که مهدی رو بکشه یا به دست مهدی کشته میشه. برای ما چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که یکیشون بمیره، یکیشون هم به جرم قتل بره زندون تا شر هر دوشون از سرمون کم بشه. فکر خوبیه. بگیرش بگیر. بدم کنی تو خدا بذاریم برم. بس گریه نکن. حالا دیگه وقتشه که سر کله بابات پیدا بشه. با این که این دل صاحب مرده میگه از همه چی بگذرم و واسه خودم میکرد، اما اگه بابات سر بعد حاضر بشه تا یه ساعت دیگه آزادت میکنم. من میرم همونه ای که باهاش قرار دارم. گریه نکن شما. لالی مواظب بشه. من. تو بی خود اومدی پسر. من با تو طرف نیستم. برو بگو خودش بیاد. اون نمیاد. خب اگه نیاد دخترشو میکشم. اگه من میذارم سالم از اینجا بریم. لا بیا بزن. نمیذاری سالم از اینجا برم.
کردی که برو گورتو گم کن شیگور. برو باباشو بفرست. باباش نمیاد. اون از من خواست که امروز بیام اینجا و از آخرین شانسم استفاده کنم. من اگه بتونم الهامو با خودم ببرم، پدرش با عروسی ما موافقت میکنه. ولی اگه شکست خورده برگردم، اونو برای همیشه از دست میدم. حالا اگه انسانی و بویی از انسانیت بودی، مثل یه دوست، مثل یه برادر، به من کمک کن. من به کمک تو احتیاج دارم. دست کمک به طرفت دراز میکنم. این از انسانیت بدوره که یه جوونی مثل منو ناامید کنی. انسانیت؟ برو بابا دلت خوشه، کدوم دوستی، کدوم انسانیت؟ تا حالا که به این سن و سال رسیدم، هیچ انسانی در حقم انسانیت نکرده که یاد بگیرم. اونشو برو بهش بگو اگه تا زور اومدی که اومدی، و الا به اروای خاک ننم خون دخترشو میریزم. مرد، به خداوندی خدا اگه بگی یه ذره جون تو واسش عزیزه نیست، یه بچه جیگولو فرستاده بود با من در بیفته. نامزد تو؟ پس امیر اومده بود؟ آره. بلایی که سرش نیوردی؟ نمیخواستم بیارم، اما پروگی کردنم تا خورد زدنش. پس فطرت، لات، اوباش، نامرد، چرا زدیش؟ چرا، 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 چرا زدیش؟ نامرد، بیشرف، پس فطرت. آره، هرچی بگی هستم، اما بابای تو چیه؟ یه نامرد زنکش؟ که نصف شب اومد در همین خونه التماس کرد، گفت رامو گم کردم. مادر منم دلش به حالش سوخت و در حقش مهمون نوازی کرد، اما اون بی همه چیز وقتی با نون ما شکمشو سیر کرد و با آتیش ما نفسش کرد، مثل یه حیوان درنده افتاد به جون مادر من. نه، همین جا تو همین خونه. تو بیگناهی دختر، منم بیگناه، اما اگه بابات نگاه تقاس پس بده، نمیدونم، خودم هم نمیدونم چی کار میکنم. چرا منو به دنیا آوردی که اینجور عذاب بکشم؟ این چه زندگی بود که به من بخشیدی مادر؟ همش ناراحتی، همش غم و قصه، همش ناملایمات. از بچگی تا حالا یه آب خوش از گلو پایین نرفته. نه تو بودی که به محبت کنی، نه سایه پدر بالای سرم بود، نه برادر. تنها دلخوشی که تو زندگی داشتم الهام بود که دارن اونم چنگم در میارن. پس من دیگه به چه امیدی زنده باشم؟ به چه امیدی مادر؟ فلان کن دیگه، چی از جون من میخوای؟ بی وجدان. رایم عوض شد، را بیفت بری، میخوام دست نامزدتو بذارم به دست. برقای خاک من هم دروغ نمیگم. بیا گذشته ها رو فراموش کنیم، مثل دوتا برادر که بعد از سالها دوری و دربدری به هم میرسن، همدیگر رو بغل. بیا عبدالله خان. جان عبدالله جون. ها پسر خالد اومده. پسر خالد؟ آره. من اومده، مگه تو رو زغال گرفتم؟ من پسر خاله من کجا بود؟ تو علاچیق منتظرته. توی علاچیق منتظری؟ ببینم مشتی کنه یه ما چی میشه؟ یالا برو از پسر خاله من پسیره کن، چه من برده مشدولوخ میخواد برای من. خدای من پسر خاله من که آمده. پسر خاله؟ آی پسر خاله، خاله پسر جان سلام. فرمایش با با با
ببخشید، ببخشید قربان شما، شما این خاله پسر من نیدین؟ چرا؟ کجاست؟ روبروت وایساده. روبروی من که آقای جیمز بند وایساده، اونم که پسر خاله من نیست. از کجا معلومه که نیستم؟ از اونجایی معلوم است که بنده فقط یک دانه خاله پسر دارم. اما نه، او خدایش دو تا پسر خاله دارم، البته اون یکی خوشخیرت گم شده، اونم که تو نیستی قربان دوباره. اون که گم شده اسمش چی بود؟ میتی بود قربان. خب منم اسمم میتیه. مردی حسابی، هر گردی که خود دماغن نمیشه. اما نه، ایسه رو ببینم، ببینم من انگار تو رو یک جایی دیدم، ولی کجا دیدم نمیدانم. خوب فکر کن، شاید یادت بیاد. حالا نمیشه جناب علی یک صفت نشانی به ما بدی؟ چرا؟ بگو ببینم. به این نشونی که دلم میخواد دعوتت کنم به یه چلو کبابی، ولی پول ندارم. اگه قول میدی یه بابایی رو پیدا کنی که پول چلو کبابمون حساب کنه، پس بزن بریم. ای برر، تو حوصله داری به خدا؟ باز اگر اون چلو کبابیای قدیم بود، ارزش اینه داشت آدم بگرده یه بابایی رو پیدا بکند. الان به قول مسئله معلوم، نانه پنیر خودت بخور، منت گوشتی یخ زده را نکش. البته میدانی که چی میگم بگویم. بله. خب پس بیا ببرم چرخ و فلک فقرا. آخ آخ، مدینه گفتی و کردی کباب، یادش بخیر. واقعا اون وقتایی که ما بچه بودیم، این پسرخاله های ما میامدن پلوی من گوشنو تشنه، منم تو نمیری آه در بساط نداشتم. ولی خواب باید شکم اینا رو سیر بکنم. چی بکنم چی نکنم؟ اول اینا رو میبردم چلو کبابی، درست حسابی شکم و خودشان چلو کباب مجانی سیر بکنن، بعدم اونها رو برمیدن. ببینم اینایی که تو گفتی نر از کجا میدنی کلک؟ ها؟ ما پسر خالت هم دیگه. باز گرفتی سر خانه اول تو بابا جان؟ جدی میگم، اون پسر خاله بزرگه که گم شده بود، مهتی. بی جان من، تو راست میگی؟ با ما کلک ملک نزنی. نه تو بمیری، راست راست میگم. آی قربان تو بره میلای خوده. نه نه نه، این غلبه سر من، از بوی تو من اول فهمیدم تو غلبه سر منی جانم. فشار نده. تو برم، دلم تنگ شده بودم، مجب بکنم. تو خوش خیرت، پس این مدت کجا رفتی برای من نم بیاری که یهو آب شدی، فرو رفتی توی زمین، معلوم نشو سرنوشت تو چی شده؟ جوان مرده؟ والا نقلش مفصل عبدالله جون. حالا سر فرصت همه چی رو واسه تعریف. والله من قربانه را بریم اونجا بنشین، دلم میخواد از اول تا آخر برای من تعریف کنی. امیر ملا میاد، بریم ببینم. خدا جان چقدر خوشحالم، بنشین یادم تعریف بکن ببینم. امیر رو دیدمش، هزار مشاهده جوون رعنایی شده، اما خودم رو بهش معرفی نکردم. بیاقل چرا معرفی نکردی؟ چی بگم عبدالله جون، امیر یه جوون تحصیل کرده است که پس فردا میخواد سری تو سرا در بیاره و با عیون اشراف وصلت بکنه. نمیخوام واس خاطر من که یه زندونی سابقه دارم سر شکسته بشه و پیش دوست و آشنای فامیل زنش خدای نکرده شرمنده بشه. شاید چهار سوای دیگه خاص به جایی برسه. چرا دشمناش از من پیرن و بزنون واسش درست کنن و جلوی پیش رفتشو بگیرن؟ بهش نگو که من پیدا شدم. بذار اصلا داداششو مرده فرض کنه. از غذا بعد از گم شدن تو دیدم شناسنامه نداره. رفتم اداره سجل احوال شناسنامه، به فامیل خودم برای این شناسنامه گرفتم، گفتم خواب بالاخره اون طفلکم دل داره دی. خوب کاری کردی عبدالله جون. امشب ورش دار، بیا بریم یه گوشه دنج و ستایی یه می بزن. باشه چش. بفرمایید آقا. این چی؟ حق و زحمه شما. منظورت رو نمیفهمم. دست مزدته بابت زحمتی که کشیدی و دختر منو از چنگ اون لات نجات دادی. ولی من که به طمع پول این کارو نکردم. پس به طمع چی کردی؟ شما به من قول دادین که وقتی الهامو آوردم با عروسیمون موافقت کنی. به حقت قانع باش و پاتو از گلیم خودت دراستر نکن جوان. الهام لقمه تو نیست. حتی اگه بمیره من جنازش رو دوش تو نمیذارم. بگیر برو زحمت کم کن. دیونه. پاپا، امیر کجاست؟
رفت. کجا؟ فراموشش کن دختر، امیر لقمه تو نیست. چرا؟ مگه من کیم پاپا؟ دختر یادم کاش بودن که افتخار نیست. خفشو بخن. فراموشش کن، من نمیخواستم اون زنو بکشم، پیش آمد کرد. میتونی اسمشو بذاری اتفاق یا تصادف یا یه چیزی نظیر اینا. حالا اون اتفاق بود. چرا دوباره دارین جنایت میکنین؟ چرا دارین عشق منو میکشین؟ چرا قلب و روح منو؟ دلم میخواد بعد از این نه دیگه اسمی از اون اتفاق ببری و نه از امیر. هر دو رو فراموش کن. الهام؟ بله. کاری داشتیم پاپا؟ فاتی کجاست؟ مستخدمین دیگه کجا هستن؟ رفتن مرخصی. همشون با هم؟ آره. آخه کی بهشون مرخصی داده؟ من؟ یعنی چه؟ چرا همه رو با هم؟ لازم بود پاپا، خسته بودن، احتیاج به استراحت داشتن. حالا خودت کجا میری؟ دانشکده. نمیتونی امروز که من تو خونه تنها هم دانشکده نری؟ ایو نه پاپا، حرفش هم نزنین. خداحافظ. خدا نگهدار. ماشین دخترت همی حالا از خونه رفت بیرون. کلفت نوکراتم که از صبح رفتم مرخصی. با تنهایی چیکار میکنی؟ شما کی هستین؟ منو میشناسی، خوبم میشناسی. به فکر فرار نباش، واسه اینکه خیلی بهت نزدیکم. منتظرم باش، مثل عجل دارم میام که از تنهایی درت بیارم. الو، الو. الو، سلام عمو جان. فوراً بیا خونه. چند لحظه پیش مهدی عجل تلفن کرد، گفت الان دارم میام پیشت. نه نه، هیچ کس خونه نیست، من تنها. عجله کن پرویز، عجله کن. نه ترسین عمو جان، تمام درا و پنجره ها رو محکم ببندین. اگرم کسی زنگ زد گوشتون بدهکار نباشه، من کلید دارم. خیلی خوب، راه بیفت. پس عجله کن، هر چی میتونی عجله کن. من بگذر آقا مهدی. فایده ای نداره. نه نه، تو رو به خدا منو نکش. که بازم آدم بکشی؟ نه نه آقا مهدی، به خدا قسم من آدم کشت نیستم. پس چرا مادر بیگناه منو کشتی؟ اتفاقی بود، قصد کشتنشو که نداشتم آقا مهدی. اتفاق یا غیر اتفاق، بالاخره اونو کشتی. مادر منو کشتی، درسته؟ جواب بده. آره آره، کشتمش. حالا هم حاضرم خونبهاشو بدم. ولی من که مثل تو پولکه نیستم، پیر مرد. اه.
گفتم آدم بکشی؟ نه نه آقا مهدی، به خدا قسم من آدم کشت نیستم. پس چرا مادر بیگناه من رو کشتی؟ اتفاقی بود، قصد کشتنشو که نداشتم آقا مهدی. اتفاق یا غیر اتفاق، بالاخره اونو کشتی. مادر من رو کشتی درسته؟ جواب بده. آره آره کشتمش، حالا هم حاضرم خون باهاشو بدم. ولی من که مثل تو پولکی نیستم پیر و مرد. دیگه کار تموم پیری. آقا مهدی، حالا با این نوار میخوای چیکار کنی؟ بچه که نیستی کون آدم کش، خودت خوب میدونی که میخوام چیکار کنم. نه آقا مهدی، تو رو به مقدسات عالم قسم، منو گرفتار نکن. در مقابل این نوار حاضرم نصف ثروتمو بهت ببخشم. اوهوک ولی من چیزی میخوام که خیلی بالاتر از پوله. اون چیه؟ شما فقط لب تر کن، ببین چجوری دو دستی تقدیمت میکنم. چی میخوای؟ بگو. دختر تو. چی گفتی؟ درست گفتی بابا، بنده در مقابل این نوار دختر تو میخوام، اما نه برای خودم، برای نامزدش امیر. مگه امیر با شما نسبتی داره؟ آره، اون برادر گم شده منه، اما خودش نمیدونه. تو هم نباید چیزی بهش بگی، فهمیدی؟ چشم، نمیگم. آفرین، آفرین. خب، حالا که همه چی رو فهمیدی، موافقی که دخترتو بدی به داش من؟ آره آره، موافقم. حالا دیگه اونو به این پس بدید. خوش، خوش. حالا نه، حالا پس کی؟ بعد اینکه به قولت وفا کردی و عقد و عروسی داشتم و گرفتی، هم نوار رو بهت پس میدم، هم واسه همیشه دست از سرت ور میدارم و از زندگیت خارج میشم. ولی تا اون وقت بهتره که ریشت پیش من گرو باشه. منتظر کارت دعوت عروسیم، هر چه زودترم به دستم برسه به صرف خودته. یادت نره، هر چه زودتر بهتر. چرا بهش گل داری؟ مجبور شدم. حالا هم دیگه کار از کار گذشته، باید الهامو بدم به امیر. از دست رفت میشه، اونم برادر تو مهدی عجل که سابقه داره، و اگه به جرم قتل دستگیر بشه سرش میره بالای دار. به هر حال تو خودت باید تصمیم بگیری. باگا سلام داداش. به به، سلام امیر جون، بیا که خبرهای خوشی واسهت دارم. هیچ خبری خوشتر از این نیست که فهمیدم داداش گم شدم تو هستی. چی؟ قربونت برم الهی داداش، فدات بشم. از کجا فهمیدی امیر جون؟ کی بهت گفت که من داشتم؟ اصلا فراموش کن، بیا از گذشته حرف بزنی. گذشته ها گذشته، باید از آینده حرف بزنی. من به قولی که دادم وفا کردم. دیگه پدر نامزدت مخالف عروسی تو با دخترش نیست. ولی منم حاضر نیستم که به قیمت جون تو با دخترش عروسی. منظورت چیه؟ تو رفتی الهامو برای من خواستگاری کنی داداش، ولی کاری کردی که اونو برای همیشه از دست دادم. آخه واسه چی؟ خوب کاری نکردی که پدرشو کشتی. چی گفتی؟ مگه سنجر کشته شده؟ تو که میدونی دیگه چرا میپرسی؟ نه، من هیچی نمیدونم، روشنم کن. پرویز پسرموی الهام شاهد بوده که سنجر رو تو کشتی. اینو خودش بهت گفت؟ آره، اینم گفت که اگه من از الهام جدا بشم سکوت میکنه و تو رو به پلیس لو نمیده. خب تو این معامله تو چی فروختی و چی خریدی؟ خب معلومه، عشقم رو فروختم و جون برادرم رو خریدم. قربونه صفات داداش، ولی بری سرت کلا رفته. چطور؟ بهت ثابت میکنم آراغ داداش، اینو بهت ثابت میکنم. نامرد تو؟ آره من. اگه وصیتی داری بکن بابا جان. چرا؟ برای چی؟ دو تا میشه چهار تا. تو تنها شاهدی هستی که دیدی من عمو تو کشتم، پس تو رو هم میکشم.
چه یه قطر چه دو قطر انگوش نمکه خروارم نمکه برنش مالا زود بیا جلو بیا سر تو میرسم درست میبینم حالا اقرار میکنی که خودت عموتو کشتی؟ یا بکشنت؟ نه نه من کسی رو نکشتم. حرف بزن. من کسی رو نکشتم. کسی رو نکشتی نه؟ بلند شو مینم. بلند شو بی پدر. یا نه حرف بزن. من کسی رو نکشتم. هیچ کس رو نکشتم. حرف بزن با اینو میکشنم. بی پدر. بی حرکت. بچه‌تون تکون نخوری. جناب سروان. این مرد مهدی عجل سابقه دار معروفه. عموی منو کشت. منم بکشه. جون من در خطره. دستگیرش کنین. حتما. دستبنده بده. قاتل. آدم کش. چرا من جناب سروان؟ متاسفانه اثر انگشتت روی آلت قتاله راز تو رو فاش کرد. تو به اتهام قتل عمود بازداشتی. را بیاف یالا. جلو میدم داداش امیدوارم به پایم پیر شی از شما میخواهیم راز این فیلم را هرگز فاش نکنید این راز را که چه حادثه ای در آن شب وحشت این خانه را که سرشار از نشاط بود به بیغوله هراسناک بدل ساخت و تخم کین در دل ساکنانش افشاد کجا سر به نیستش کردی؟ برو پی کارت سک طوله برو از باز کارت میکنی اما خودت چی؟ و این زن با وجود عشقی بزرگ و خانه‌ای که کمال آرزوی هر دختر جوانی است احساس میکند در این میان کنیزی بیش نیست اون بر میگرده سر خون و زندگیش شوهرشو پس میگیره یعنی آقا خودش اونو انتخاب میکنه نه فقط آقا هر چشم سالمی اونو انتخاب میکنه دارم میبینم که توی باغ راه بیره و دستور میده که این زنو بیرونش کنین فریاد میزنه که بندازینش تو دریا من از تو نمیخوام که معجزه کنی خانومی کن خانومی کردم پروبال میخواد جونم فرو خانوم این بختک افتاده رو من و پروبال منو بسته اینقدر از اون وحشت نداشته باش اون رفته اون دیگه بر نمیگرده اون آخه اون که اینجا نیست آیا فرار در این جنگل ممکن خواهد شد برای این مرد که از گذشتش میگریزد و برای این زن که ناخودآگاه به قلب ماجرایی شگر کشانده شده است کنیز شما اینک به چشمهای یک کنیز خیره می شوید کنیز سعید راب برگزیده به عنوان بهترین بازیگر سال از طرف منتقدین سینمایی کشور با این فیلم به پیروزی های جدیدی دست خواهد یافت که هنوز تو واسه من یه سر بزرگی که فاش نشدی منوسک ستاره فتان آشوبگر به نقش یک کنیز یک کنیز شورانگیز طباطبایی نوستاره جذاب این زن دادگاریست از یک عشق برباد رفته شهناز پروین سلیمانی با هنرنمایی توران مهرزاد نقش شایسته‌ای برای توران مهرزاد بازیگر پرقدرت سینما و تئاتر جلال و زکریا هاشمی با یک هنرمندی شگرف کنیز ساخته کامران قدکچیان کنیز تلفیقی است از سینمای ناب و سینمای قصه‌گو
شما در کمتر فیلم ایرانی دیگری با چنین احاطه تکنیکی روبرو شده اید. مدیر فیلم برداری جمشید الوندی، تحسین شده در جشنواره سینمای سپاس از طرف منتقدین سینمای کشور. کنیز، محصولی از اسکار فیلم. با این فیلم تصور جدیدی از پرداخت سینمایی و هیجان به دست خواهید آورد. کنیز. بیک ایمانوردی، مرد هزار نقش و هزار چهره سینمای ایران، در نقشی نوین با درخششی شرف معیاری تازه برای سنجش هنر بازیگری به وجود می آورد. وقتی شاهین سوال میکنه هر کسی باید جوابشو بده. آتش هر کس نیست و تو هم دیگه برای من شاهین نیست. فراموش نکن که این آتش رو من خودم شعله ور کردم و خودم هم میتونم خاموشش بکنم. فهمیدی؟ آذر شیبا، هنرمند درخشان و پیروز، ستاره‌ای که هنر بیمانندش گوشه های ناگفته و دست نیافتنی جهان احساس زن را بر روی پرده ها نمایان ساخته است، اکنون با ایفای نقشه کوری جوان به موفقیتی تازه دست میابد. عباس شباویز در زمینه پروسعت با درامیختن ماجرا، حسادت و دلدادگی دنیای مجسم ساخته است از سرنوشت یک مرد، یک زن و یک عشق. من آزادم و احتیاجی به کنترل ندارم. هر کاری که دلم بخواد میکنم، هر جایی که دلم بخواد میرم، پیش هر کس که دلم بخواد. میفهمی؟ دهنتو به من روز بگیرم. روز بگیرم. روز بگیرم. روز بگیرم. او در آغاز چون پرندگان آزاد بود، نه اندیشه عشقی در سر داشت و نه اسیر قفسی بود، و اینش از شناختن شکوه عشق جز نفرت چیزی نمی شناخت و خشونت را ضامن بقاء محبت می دانست. تقدیر چنین می خواست این دو موجود متضاد در کور راه های زندگی یکدیگر را بشناسند و عجیب ترین تحولات در زندگی آنان ایجاد گردد. فرمایشی داشتین موسیو؟ من می خوام تو رو بزرگترین خواننده این شهر. اما چطوری؟ حالا بهت میگم. چیزی نپایید که شهرت جانشین گمنامی گشت، ثروت جانشین فقر و عشق جانشین تنفر. ما باید زندگیمونو به هم گره بزنیم، اونم آنچنان گرهی که هیچ کس نتونه بازش کنه. حق نداری مانع سعادت من بشی. آخه سعادت تو چیه؟ به کی بستگی داره؟ به اون کسی که دوستش دارم. ای کل پوک احمق جاسم! هرگز چنین خشونتی در زندگی یک انسان راه نیافته و هرگز چنین عشقی بر پرده سینما نقش نبسته است. هرگز بی تو نمیخندم، بی تو بر دل عشقی هرگز نمیبندم. روز پی، فیلمی با هنرمایه بیک ایمانوردی، آذر شیوا، فرانک میرقهاری، همراه با جمشید مهرداد، کهنمویی، روشن ضمیر، فیروز، تبریزی و با شرکت جواد قائم مقامی. آتش، این حرف از دهن تو در میاد؟ آره جونم، من تو رو خرد کرده بودم. هر جایی تو براستی که بودی کولی وحشی و جوان،
مردمانی که او را بر روی صحنه ها می دیدم تحسینش می دهند. مردانی که در صحنه زندگیش بودم اسیر عشقش می شدم. در پایان تمام ماجراها در نظر آنان چیزی جلوه نمی کرد جز روسپی. بیا ازش لذت ببر. روسپی محصول استودیو میساقیه به تاریخ آبزون بشم یا مثل این که با یک کلم از خجالت آب میشم. مردی که بتونه خوب بزنه، خوب بخونه، تون برونه و این خوشگله مطمئن بود که خدا خودش میرسونه. مردی مثل فردین به نقش مردی از جنوب شهر، مردی که اون دلش میخواست. امشب دلم یه چیزی میخواد. چه چیزی میخواد؟ امشب دلم یه چیزی میخواد. چه چیزی میخواد؟ شروع کنم کشک و آبی دو کنم. بکن عزیزم، بکن عزیزم. کهکشانی از ستارگان بزرگ سینمای ایران، هر یک در اوج هنر بازیگری خود برای درخشش بیشتر این کمدی جدید کوشیدند. فردین، هنرمند محبوب برای همیشه. خیلی خب بزن، بزن دیگه. گوله رو یه جایی بزن که حسابی دخلمو بیاره. آتیشو، تیر اول رو تو بزن تو آبگاهش، اون وقت گوله خلاصش با من. فروزان، زیبا، هوس‌انگیز، با احساس. ما اینیم دیگه. تحریه ظهوری، در نقشی جدیدتر و شیرینتر از همیشه. سلام و زهر مار. پیر مرد هاپاپو، از این موهای سفیدت خجالت میکشه، این زیر چی کار میکنی؟ هیچ، اینجا منتظر مینیبوس هم. میری با این سر مبارک قصد دسته تا بکر اوهی نکن زدم هم. مارینا، ماروتیان، فروهر، نادیا جمال، محمد رضا رفیعی، عبدی، نادیا و بوتیمار. ببینم تو حالا تو زورخونه دلت کباده کنفتی رو دوست کشیدی. نفهم بیدم چی چی رو تو زورخونه کشیدم؟ آره بابا جو جو. باور کردی تو حرف بیگانه بی از بیشم. مردی از جنوب شهر، آمیخته زیبا و جدید از حادثه، عشق، هیجان و موسیقی. ثمره چشمگیر دیگری از همکاری دو سینماگر بزرگ فردین و صابر رهبر که در گذشته شاهکارهایی چون مسیر رودخانه و چرخ فلک را عرضه کردند. مردی از جنوب شهر، یک فیلم جالب برای تمام اهالی شهر. خبری تکان دهنده و مفهوم کننده از تهران. یک چمدان تمام شهر رو به هم ریخته. از تهری تا تهران رفاقت ها به هم خورده. مهرها حلال و جونها آزاد شده. غیرت و تعصب خون به چشم آورده. مردا به جون زنا افتادن، زنا به جون مردا افتادن. مردا کمر به قتل همدیگه بستن و زنا به خون همدیگه تشنه شدن. واسه یه چمدون، برای یه چمدون، به خاطر یه چمدون، ولی یک چمدان سه. جنازه. یک چمدان سکس. فیلم جدید، غیرعادی، ناگهانی و غیر مترقبه ی سپهنیا جرشا متوسلانی. تورت خشم، دست سر ما وردر بوده با کار ما بارسی. چقدر نق میزنی نفله؟ بح، اگه دادشم به فهمه میکشتت. ببینم مگه داشه دادم کشه؟ نه، گاب کشه. آی نفس که آی مردم بیای ببینید توی خونه چه خبره. یک چمدان سکس اوضاع قدیمی خیلی ها رو عوض کرد. با ما جون مادرت برو، بعدم خیلی خانم صاحب این خونه کیه آبتی جون؟ منم چه فرمایش دارن آقایون؟ چی کار کنم مامان؟ خانم جان، شاکر خودش راننده یه تاکسیه. خیلی خواب جون بکن. یک چمدان دیروز جمعون رو بربند تاکسی بنده. یک چمدان سکس، یک فیلم پرحادثه، پرماجرا، پرهیجان و جدید از سینمای ایران. فیلمی با هنرمایه یک کهکشان ستاره. سپهنیا، گرشا، متوسلانی، ارغوان، پروین ملکوتی، شراره، گیتی فروهر و میری. یک چمدان سکس، یک فیلم جدید و پرهیجان، شیرین و فراموش نشدنی از محمد متوسلانی. چمدان سکس. خانم آقایون خیلی معذرت میخوام، از بس تو این فیلم حادثه با هیجان و هنرپیشه و ستاره، فراموش کردم رضیانی رو هم معرفی کنم. رضیانی به نقش آمیرزا در
یک چمدان سه. میرزا کجا؟ آقا رو بخیر. میرم سراغ امر خیر. مبارکه ایشالله. قربان تو مشه یدالله. میرزا مبارک باشه. دنبت سه چارک باشه. سمد، سمد این بار خوشبخت میشود. ما اولش خوشبخت بودم. نه دروغو سگه، ما اولش بدبخت بودم بعد خوشبخت شدم. من همینجوری که خوشبخت شده بودم یا ناقافل بدبخت شدم. هی خوشبخت شدم، هی بدبخت شدم، هی خوشبخت شدم، هی بدبخت شدم تا اینکه باز خوشبخت شدم. نه دروغو سگه، سگ دشمن دروغوه. یه بند انگوش مونده بود خوشبخت بشم که همینجا میتونم از گه یک کش در اومد میزنی دندوناشو خورد میکنی. هیچی هم بهش نمیدی، نه آب، نه نون، نه خوراکی، هیچی. دست به آبم حق نداره برسونه، هیچی. ای آقا، ای آقا، حالا بگو یه چلو کبابی واسه ما بیارم فعلا. صمد خوشبخت میشود. پرویز صیاد در فیلم تازه‌اش ضیافتی با شکوه از خنده و شادی برپا میکند. کلاه ابروهامو حرس کرده، انگار بد جوری مشکی شده. لب قشنگه، لاله بدم شانی پیشش بیرنگه، پنچه نشونده خوش میرنگه. مشکی نباز دستش رو بکنه تو چیوش تا جلال آقا امشان اینجایه. مشکی دستش رو نباز تو چیوش بیرنگه. هر روکی دستش آمدو شیرمش بابره. ببرش تو دست روی ترترازش کن، ببرش دیگه. صمد خوشبخت میشود. اون پسر دادگیه رو کلکش رو کندی؟ بله خیارتون تخ باشه، صمد الان هفته کفن پسونده. سلام، ما اینجاییم که بیارینش، بگیرش دستم تا بکشمش. حمله به نون خامه ای. صمد خوشبخت می شود. ما خیلی خوشبخت هستیم که شما رو خوشبخت می بینیم. پس دیگه چی میگه؟ شما خودتونم که خوشبختیم که؟ نه ما خوشبختیم از خوشبختی شما. بله هر چقدر خوشبخت باشیم به گرت بای ما یکی نمیرسه. خب ما صد پله از شما خوشبختیم. ایش که مثل من نمیتونه خوشبخت باشه. اگه ما خوشبختیم بعد این آقا چرا خوشبخت؟ مسلم اگه منم به این همه پول رسیده بودم دیگه حالا سر از با نمیشناختم. همینجور بنویس تا بفهمن ما کیم چه کاریم. بنویس نن آقا جان، بنویس به تمام اهل آبادی بگو ما فقط دلم برای خرم تنگ شده. بنویس شما هیچ وقت با عمرتون رفتین رادیول؟ فقط صداش شنیدین که بدبختا من رفتم توش، توی توش. بهار که بارون به چمن میباره، زبزه برام بوی تو رو میاره، دلو برات پر میکشه، هوات برام میشینه، هر جا میرم هر جا میام کشام تو رو میبینه. ای نامی که میروی بس رویش، از جانب ما ببوس رویش. لیلا قد خدا سفر، آیا حاضر هستید عین الله باقرزاده؟ آیا حاضر هستید عین الله باقرزاده را به شوهری قبول بفرمایید؟ برو خوش باش، صمد تو را هم خوشبختش کردی. هرگز پرویز صیاد رو تا این حد موفق در ایفای نقش صمد و هرگز صمد را در قالبی اینچنین شیرین و جذاب ندیده ای. خونه کجا؟ وقتی رسکی به چهار راه میبیچی دست راست، دست راست، دست راست بیچی بالا، نه دست راست اینه. بگیرو برو، بگیرو برو دیگه. آه اینه برو دیگه. آره بالا بگیرو مش یادم نره. صمد خوشبخت میشود. با بازی های شیرین و درخور از مینو شفی، محمد بودرزی، عنایت بخشی، فرخ لقا هوشمند، عبدالله عبدالوهابی، بهمن زرین‌پور، رضا شفیع، توتی سلیمی، حسن رضیانی، علی زاهدی، حسین امیرفضلی و آپیک یوسفیان با معرفی علی عزت‌پناه و شرکت افتخاری کمال الدین مستجاب الدعوه. اصلا اگر قرار بود هر کسی پشت به شهر میرسید آدم میشد که همه دهات ماتا از آدم خالی میشد.
زیاده ارزی نیست جز این که عین الله خره گاو من است. صمد خوشبخت می شود. نویسنده و کارگردان پرویز صیام. بزن چرا معطلی؟ تکون بخور تا پر پر زدن این بچه نیم وجبی رو ببینی. اون بچه قلبش مریضه، دست از اون بردار. اگر از خشاب این سلاح تیری رها شود، اگر مغز فرمان دهد و دست فرمان برد، اگر این قمار بازان جان برنده شوند، بازنده هرگز فرصت جبران نخواهد یافت. تو چی داری میگی؟ پسر من اونجا وایستاده، یه هفتیرم پشت سرشه، اونیم که انگشتش رو ماشست میتیه، نه یه بیوزن ترسی. تمومش کن. چی رو تمومش کنم؟ فقط به پسرت بگو بیا طرف من. بگو فکر اون هفتیری که پشت سرشه نکنه. بگو بیا این مرد مسئله رو موظف، چون در انجام وظائف صادق و کوشا بود، در این قمارشو میزه میافت. من نجاتش میدم. تو میکشیش. من دوستش دارم. نه به اندازه من. این فرصت. پس از صدها بار مردن، زندگی دوباره یافته بود تا بار دیگر بخت خود را بیازماید. یا مرگ آخر، یا آغازی دیگر. از هیچی هم ندرست بزنم. بیا بزنم. وایزا! بیا. و آنکه جان این کودک هدفش بود، پیش از این نیز کشته بود، چندین جان گرفته بود، و در این آخرین قمار اگر برنده شود، از مرگ می رهد. بازنده شود. حالا! هدف و مقصود چه بود؟ حاصل و منظور چه بود؟ اینا بابا، چون دلم غم نداره. فقط برای آن زنده بود تا گلش پیش از شکفتن پرپر نگردد. مرد در یک مأموریت خطرناک، زندگیش وقف خدمت است، تابع دستور است، هدفش نابودی طرفداران. همونه که کمر منو شکسته، کمر منم شکسته. و اینان با اعتقادی اینچنین، آخرین راه جاده گناه است. هدفشان پیروزی آسان. در نزد آنم هر که بیرحمتر، هر که آسیتر و هر که گستاختر بود، مقدمش گرامیتر بود. گفته بودم اگه این دفعه من بیام سراغتون درست حسابی میام. گفته بودم، مگه نه؟ مگه نه؟ لحظه ای غفلت در این رهگذر، سقوط در دام مرگ است. لحظه ای ترحم فرصتی است برای فرار از کیفر. ولی اگر گناه و معصومیت در کنار هم و بر یک هدف قرار گیرند، و اگر ریشه های شک و تردید و توطئه و عشق یک زن زیبا یک جا به قلبی رسوخ کند، با این هدف های مشترک سرانجام حوادث چه خواهد شد؟ در فیلم مهیج و تماشایی دیگری از ایرج قادری، بازیگر و سازنده تمام سینما، داستانی بر پایه یکی از عجیب‌ترین وقایع به نمایش گذارده می شود با نام هدف. هدف کشتن بود و کشتن. هدف غارت بود و بردن. و چون خود هدف قرار گرفتند، هیجانی آفریدند نفسگیر تا آخرین لحظه و تا آخرین نفس. هدف. هدف. بازیگران این اثر برتر چهره‌های مشهور هنر ایرانند. سعید راو موفق در ایفای یک نقش جدید، خیلی قاطقی سرکار. و دینامیک در اولین نقش سینمایی خود. نکن کاری بشم من عروس پشت پرده، چیزی که بره از دست دیگه بر نمیگرده. ماجرای چند انسان است که هر کدام هدفهای گوناگون داشتند و با یک حادثه ناگهان روی یکدیگر قرار گرفتند و هدف را به اوج هیجان رساندند.
هدف، کارگران ایرج قادری. هدف سه مرد به علاوه سه زن مساوی با یک ماجرای پرتحرک که برابر می شود با پاپوش. شنیدم چند دقیقه پیش یکی از بچه های اینجا برات بوسی ول کرده. من از کسی شکایتی ندارم. من به شکایت تو چی کار دارم؟ من امروز باید یکی رو بزنم. خیال کردی به همین آسونی میتونی کلا سر من بذاری؟ زمان اسیر رنگ ها میشوند. زن و پون، مرد و لذت، هر ارائه یک هیجان بزرگتر به لغزه در میآورند. پاپوش من چشاشو در میارم، من باباشو در میارم. خانه نظری زنی افسونگر که میرود تا دروازه های عظیم سینما را به روی خیش بکشاید. حاضرم قربان. پیشنهادش خیلی تر تمیزه، یعنی در واقع اینه، اینم هست. پاپوش اگر مقرر باشد اثری مورد ستایش واقع شود، اگر باید عنوان فیلمی بهترین باشد، بیگمان آن اثر پاپوش خواهد بود. دلت میخواد عروس بشی؟ نه. چرا؟ آخه تو بزرگ بزرگم. پاپوش مشروب آتش افروز، قاب مخرب افکار مردان و لوتیگری میدانی برای تظاهر و فریب. تو قمارباز کجایی؟ چطور مگه؟ این قاب باردارن لوتی توش سر ریختن. اگه من نبودم نوچه ها 30 سال نمیتونستن کلا سر میتی سلاخ بذارن و 250,000 تومن پولشو ببرن. دو یار بودند، دو دوست بودند، دوشادوش یکدیگر برای دیگر مردم پاپوش می ساختند. سرانجام رندان برایشان دام گذاردند، هوس صیاد آرامششان شد و زن بازار مکاره‌ای برای خرید و فروش دوستی ها. من یه ساعت در اختیار این آقا بودم و هر جور که دلش میخواست از من استفاده کرد. پاپوش ساخته پرتحرکی از اسماعیل پورسعید با هنرمندی رضا بیک ایمانوردی و حاله نظری که میگشاید دروازه های شهرت را به روی خیش. مرتضی عقیلی در شخصیتی متفاوت با دیگر نقش‌هایش. فرشید فرزان، فرانگیز فروهر، توتیا و با هنرمندی شیراندامی. زن مظهر افسون و رنگ، زن پایه‌گذار دوستی ها و استاد مکتب دشمنی ها بار دیگر تجلی تازه‌ای دارد در فیلم پاپوش. مرز بزرگترین حوادث تاریخ سینما پیموده می شود. داستان مصابه، هیجان بی همانند با فیلم برداری تحسین‌آمیز جمشید الوندی. موزیک متن از حسین واسقی. کارگردان اسماعیل پورسعید. تمام اشخاص سرشناس و مهم شهر دعوت شدن تا تحقیق و اظهار نظر کنند که این دختر خوشگل و سیمینبر و خوش آب و رنگ که سالهای سال خوب میچرخونه، خوب میگردونه، خوب میخونه، از چی شده که یه مرتبه همچی شده؟ این آقا معتقده که شوهری شده، شوهر کنه درست میشه. این یکی میگه از غیر کمره یه غیر بده حالش خوب میشه. سلام کنی. این یکی عقیده داره از فشار خونه، خونشو بریزی کار تمومه. این آقایونم میگن حتما یه نفر رو بیستش 21 آورده. و اما این متخصص امور سکسی میگه کمبود بوسه داره، تا میتونین ماچش کنین. به دستور این مرد قابل انفجار تمام این نسخه ها رو برای خانم پیچیدن، ولی اون کماف سابق دیوونه موند که موند. میخواد
منو شوهر بدن، اونم به یه مرد بد ترکیب که اصلا ندیدمه. بالاخره کلید این معما پیدا شد. هر دلی دلبر میخواد، هر سری سرور میخواد، هر زنی آقا بالا سر میخواد، ببخشید یعنی شوهر میخواد. یه روزی یه مارو به پر بسته بودم پر، از دیره زندون در بسته بودم پر. ایشکی از حال دلم خبر نداشته، چی بودم یه راد سر بسته بودم من. ای خدا دیگه بالم پرم باده، دل من پر شادیه پر باده. در افق رنگین و بیپایان خنده و شادمانی، در زمینه پروسعت حادثه و ماجرا، اثری برگشته و چشمگیر از سیامک یاسمی، کارگردان شهیر و توانا بر روی پرده می آید تا قلب مشتاقان هنر و سینما را تسلیم کند. عملک رضا بیک امامبردی و جمیله در عروس پابرهنه. من خونه ندارم. گه اما پیری خیارای بدبخت به سرت نذره ها. ما از اوناش نیستیم. به خدا منم از اوناش نیستم. منم مدت هاست که از اوناش نیستم. ماجرای این فیلم یکی از حوادث نادر و کمیابه که خنده و گریه چاشنی داره و جنگ و دعوا تنها راه حل مشکلاتش محسوب میشه. ببینم پول داری بری یا بهت بدم؟ خودم ورداشتم، ده تومن از تو جیبت کش رفتم بعدم به سرس میدم. ناجسی ها کی زدی که ما نفهمیدیم؟ ما اینیم دیگه. این دو اول با هم بیگانه بودن، ولی لبخند شیرین دختر، سرنوشت عجیب و شگفت‌انگیز او و بیباکی و شهامت این مرد آغازگر تمام ماجراها بود. مرد از قفص پرید، بی خود تیرا تحروم کردی. تو هم میتشم نکن، بیری ریدان اون دو بابا یه وقت میخوری یه جایی ما. دشمنان برای این مرد توطئه کردند، برای تصاحب و یا مرگ زن نقشه ها کشیدند و آن را به جنگ یکدیگر فرستادند، ولی از معجزات عشق بیخبر بودند. عروس پا برهنه با برهنه چون خود سر جنگ نداشت. تن و مرگی هستی که به تو فکر میکنم. نمیدونم خاطرتو میخوام یا نه، ولی فقط میدونم وقتی تو رو میبینم قلبم تند و تو میزنه. عروس پا برهنه از اون عروسایی که هر کی دلش میخواد یکی دو تاشو تو خونه داشته باشه، چون هر ناراحتی که براش پیش بیاد جوابشو اینطوری میده. واقعا که نوبره عروس پا برهنه. منی که با میری کمرم از همه تو دل میبرم، اون که حال به تون میده حال منه، اگر رقصیم باشم سه پا برهنه. یک فیلم شاد و پرتحرک و پرهیجان با داستانی کاملا متفاوت که با هنر بازیگری این هنرمندان در شمار آثار فراموش نشدنی قرار خواهد گرفت. رضا بیک امامبردی، جمیله، اسقر سمسارزاده، سیامک اخلصی، نادره، پیشوایان، زهره و امیری. اولیم و رهزن دلم، عروس پا برهنه، یک عروس استثنایی برای یک داماد استثنایی در یک فیلم استثنایی. عروس پا برهنه، کارگردان سیامک یاسمی، فیلمبردار حمید مجتهدی. هدیه‌ای جالب و دیدنی از پانوراما. این مرد زندگی را با تمام جلوه‌هایش مسابقه‌ای بیش نمی‌داند. و یک شب که سرنوشت تمام دام‌ها را گسترده بود، او به عجیب‌ترین و شگفت‌انگیزترین بازی‌ها گام نهاد. هیچ سد و مانعی او را از حرکت باز نداشت و در راهی که پیش گرفته بود از هر ممکن و ناممکن عبور کرد. شما این یارو رو جای من عوضی گرفتین. عجب. یک قهرمان، یک مرد، ولی مرد اجاره‌ای. مرد اجاره‌ای، یک فیلم از خسرو پرویزی با هنرنمایی تحسین انگیز رضا بیک امامبردی، مرجان ستاره زیبا، فرخ ساجدی، فروهر، شهرزاد، ناظری، ریاهی و صادق بهرامی. چیه با من بودی؟ در لحظه ای که رازها برملا می شود، گویی همه چیز از حرکت باز می‌ایستد. دنیا خیلی کوچکه.
فرد اجاره‌ای. دو زن در اندیشه یک مرد. مرد اجاره‌ای، مردی که از تاریکی‌ها آمده بود، امید و هیجان ارمغان داشت، لیک خود بر سر دوراهی تصمیم در تردید و نگرانی بود و عشقی که آغاز شده بود با یک سوء زن به خطر می‌افتاد. زن تو اومده پیش من؟ زن من؟ من زن ندارم که. مرد اجاره‌ای، پیروزی تازه‌ای برای بیک ایمانگردی، هنرمند محبوب و بزرگ سینمای ایران. هنرمندی که برای آفرینش هیجان و ارائه یک شاهنقش مشکلترین و خطرناکترین عملیات را شخصا انجام می‌دهد. پیش از اون که از کوره در برم برو بیرون. مرد اجاره‌ای، مرد اجاره‌ای، فیلمی حاوی یک هیجان خالص و ناب، یک گریز و تعقیب که کمتر بدین صورت پرداخته شده و کمتر هنرپیشه‌ای جسارت ارائه آن را یافته است. مرد اجاره‌ای. چون شما از اون پسرهی ولگرد بیشتر خوشتون اومده، بهش میدون دادین تا کارشون به اینجا بکشه. چی شده؟ چیه پدر بزرگ؟ والا چی بگم؟ این آقا مدعیه که تو باید حتما زن اون بشی. انتون بمبی از هیجان با انبوه حوادث و طوفان ماجراهایش پرده سینما را همراه قلب میلیون ها تن تصویر میکند. مرد اجاره‌ای، ساخته تازه‌ای از خسرو پرویزی، فیلمبردار فریدون ریپور. مرد اجاره‌ای، تهیه و پخش از به ما چه که شهر چی میشه؟ اگه یه روز از در این عرب کسافت یه محله رو بر میداره. تو چرا باید کسافتشون رو جمع کنی؟ بالاخره یکی باز جمع کنه. از نسلی به نسل دیگر، تحقیر چون نام و تنهایی چون شناسنامه، همباره از پیشان. شریفند همانند خاک، پاکند همانند خون، خفت را باور ندارند ماهی ها. پس وقتی آدم عاشق میشه به چی باز فکر کنه؟ به خود عشق. عشق چیه؟ راست چیه؟ من الان واقعا عاشقم. خواستن را با هم میشناسند و دوست داشتن را. در خاک همه چیز میابند جز برابری، که نابرابری حاکم بر سر نوشته شد. ماهی ها در خاک میمیرند در پی ذره نور، ولی پشت به خورشید. در آتش قطره آب، ولی پشت به دریا. فرزان دلجو، باور سینمای جوان ایران در یک رهایی تازه. ماهی ها در خاک میمیرند. آیلین ویدن، ستاره راستین سینمای جوان ایران. جمشید مشایخی، افتخار ساز تئاتر و سینما در تحولی دگرگونه. شهرام شب‌پره، کوشش تازه یک چهره، تثبیت یک بازیگر. با این کمر معیوبم به در دیفال زدم و سرم و تو محل تو یه مش آدم بالا گرفتم. ما داریم خیلی بالا میریم، نه؟ آره، الان هیچکی بالاتر از ما نیست. میگن آدم دیمی میره تا چند ساعتی که هنوز خون توی مغزشه همه چی رو حس میکنه. ماهی ها در خاک میمیرند.
فصل رستن، بارش یک شعر تازه، همکاری یک اجتماع خوب، محمد دلجو، امیر مجاهد، اسفندیار منفردزاده و فرهاد که می سرایند مرثیه ماهی ها را. صفمون افسوس و افسوس، تن ابر آسمونه، یه افق یه بی نهایت. با تصاویر جمشید البندی، ماهی ها در خاک می میرند. شب بخیر، عروس خوشگل طاهر داره فراری شده. این است طاهر که برافروخته با قشنگین به خاطر دفاع از شرف و حیثیت خیش برمیخید و برای رسیدن به مرزهای انتقام ترک دیار و وطن میکند. امروز نوبت طاهره. شما همتون بزرگ این گذری، گذر لوتی ساله، گذر کسبه یه مرد روشه. من چطوری بزنم یه نامرد بزن و بچه مردم نظر بد داشته باشه؟ طاهر، نامش را به یاد بسپرید و از ماجراهای اعجاب آورش در غیرت شوید. میخوام از سر زلفا گره لا کنم امشب، هزار دل عاشق تماشا کنم امشب. خشونت و تنفر مردان، حکایت جدال‌های سخت و بی‌امانشان که با التهاب در می‌آمیزد و با خون پایان می‌پذیرد. آری! برای تو دشت رها نکن که پر از گرگای گرسنه است. اما اینقدر بد قضاوت نکن، من به هیچ رفیقی تا الان نارا نزدم. انگاری فراموش کردی جوان مرد عیار، وقتی صدات بالا می‌رفت صدای یه فوج لوتی پایین می‌اومد. پس کون مرد چه بود این لحظات برای این دختر؟ و چه می‌کرد طاهر در این بیداد خشم، در این توفان هیجان آلود نفرت و کینه بی پایان؟ تموم جهلا میدونن مگه نمیدونن؟ تموم لطیا میدونن مگه نمیدونن؟ پشت مرده ها خیلی فرامونن، چند تاشون حالا گوشه ی زندونن. این است ماجرای طاهر و دختری که به زندگی او گام نهاد. عشق آنان چنان در زیر پوشش رسوم و سنت ها بود که از فاجعه هراسناکی که هر لحظه به وقوعش نزدیکتر می شدند آگاه نگشتند. یه وقت اسم اول زنجیری سرقفلی هیکل خیلی لوتی های تهرون بود. حالا که نیست. طاهر با هنرمایی منوچهر رسوم، مرتضی عقیلی، لیلا دانشور، سیمین علیزاده، ملکی با درخشش دو چهره جدید شهرام و شاپرک، با هنرمایی بوجیما، طاهر، داستان اعجاب آور یک خانواده که توفان تقدیر میانشان جدایی افکند و ناآشنایی ایفاگر شگفت‌ترین بازی های سرنوشت در میان آنان شد. طاهر، آمیخته شیرین و هیجان بخش از رقص و موسیقی و حادثه و ماجرا. یا ابوالفضل، تو مردم شرمندم نکن. واقعیتو بگم آبروی طاهر میره، نگم خودم بی آبرو میشم. خدا یا خودت کمکم. این موفقیتیست درخشنده برای منوچهر وسوخ با ایفای نقش طاهر. طاهر فیلمی به کارگردانی قدرت الله بزرگی، فیلم بردار رضا انجم. طوفانی بود و دریا همچون سینه مردمان خشمگین پرخروش.